در این درس به معرفی کنترل ایمیج میپردازیم. یک کنترل ایمیج رو به صفحه وبمون اضافه میکنیم. دقت داشته باشید که این کنترل برای نمایش یک تصویر در داخل صفحه وب استفاده میشه. بعد از درج این کنترل باید تعیین کنیم که این کنترل چه تصویری رو و از چه محلی بتونه در خودش نمایش بده. به معرفی برخی از خصوصیات اون میپردازیم. به پنجره پراپرتیز میریم. خاصیت بک کالر برای تعیین رنگ زمینه اون استفاده میشه. خاصیت border color برای تعیین رنگ حاشیه های اون استفاده میشه. خاصیت border style تعیین میکنه که از چه نوع حاشیه ای برای این کنترل استفاده کنیم. خاصیت solid رو انتخاب میکنیم و در قسمت border width عدد 2 رو به عنوان ضخامت حاشیه وارد میکنیم. دقت داشته باشید که در این کنترل برای اضافه کردن تصویر باید یک بار از محیط ویژوال استودیو خارج بشیم، تصویر رو در داخل فولدر یا دایرکتوری وبسایتمون قرار بدیم و مجدداً وارد محیط ویژوال استودیو بشیم تا بتونیم آدرس محل قرار گرفتن تصویر رو مشخص کنیم. خب، یک بار از محیط ویژوال استودیو خارج میشیم. از منوی فایل گزینه کلوز سولوشن رو برای خروج انتخاب میکنیم. با کلیک دکمه Yes برنامه‌مون رو ذخیره می‌کنیم. به پنجره My Pictures وارد می‌شیم و یکی از تصاویر موجود رو کپی می‌کنیم. حالا باید اون رو در داخل فولدر وبسایتمون پیست کنیم. بعد از وارد شدن به فولدر وبسایت، کلیک راست و پیست می‌کنیم. حالا مجدداً باید وارد محیط ویژوال استودیو بشیم. بعد از وارد شدن به ویژوال استودیو، پروژمون رو باز میکنیم. کنترل ایمیج رو مجدداً انتخاب میکنیم و به پنجره پراپرتیز میریم. روی گزینه ایمیج URL برای تعیین مسیر تصویر کلیک میکنیم. در کادر ظاهر شده، همونطور که ملاحظه میکنید، دو تصویر وجود داره که یکی تصویر جدید ماست و دیگری تصویری که از قبل وجود داشت. تصویر وینتر رو انتخاب و اوکی میکنیم. این تصویر به صفحه وبمون اضافه میشه. حالا برنامه رو اجرا میکنیم. بله، تصویر در داخل پنجره اینترنت اکسپلورر نمایش داده میشه. پنجره اینترنت اکسپلورر رو میبندیم و به محیط کار برمیگردیم. همچنین در قسمت ایمیج لاین میتونیم مشخص کنیم که این تصویر در کدوم قسمت کادر قرار بگیره که بهترین حالت گزینه میدل یا وسطه. دقت داشته باشید که برای قرار گرفتن تصویر در زمان اجرا در مرکز اینترنت اکسپلورر باید گزینه استایل مربوط به صفحه وبمون رو باز کنیم. در کادر استایل بیلدر به قسمت تکست بریم و گزینه هاریزونتال و ورتیکال رو روی مقدار سنترد و میدل تنظیم کنیم. سپس اوکی. با انجام این کار در هنگام اجرا تصویر دقیقاً در مرکز اینترنت اکسپلورر نمایش داده میشه. همونطور که ملاحظه میکنید این تصویر در محیط اینترنت اکسپلورر نمایش داده شد. همچنین میتونیم این تصویر رو ذخیره، چاپ یا ارسال کنیم. اینترنت اکسپلورر رو میبندیم و به محیط کار برمیگردیم.